دور درود ادب دارم خدمت همه شما دوستان از اون مهربو و متقیم اینجا روایت نو و همیشه در این برنامه تلاش همین روایت نوی رو برای شما بیارم و در مورد مواردی صحبت کنم که به صورت روزمره از این برنامه نمیشنوید آدمای جالبی رو معمولا دعوت میکنم که اون چیزی که به شما میگن معمولا در شبکات دیگه پیدا نمیکنید آدمای جوونی که تفکر خاصی دارن اتفاقات رو سعی میکنن خودشون به صورت ملموس باش برخورد کنم تو که میدونید الان عصر خبرنگاران مستقله خسته شدیم از بس بی بی سی و یه سری کانال دیگه اومدن چیزایی به ما گفتن که با واقعیت بعضن خیلی فاصله داشت حالا تو فضای فارسی کمتر تو فضای انگلیسی خیلی بیشتر امروز هم قرار با عزیزی صحبت کنم که خودش در اسرائیل زندگی میکنه در تل هست برنامه اول روایت نور مهمون امودرانی عمرانی عزیز و مهربان که مدیر رادیو اسرائیل ران هم هستین دوست عزیز من که مدت میشناسمش بارها بارها هم صحبت بودم اتفاقاتی که ازش میپرسیم خیلی دقت نمیکنه که شبکه کان چی میگه سیزده چی میگه چهار چی میگه قدرت تحلیل و تجزیه داره خودش بررسی میکنه و معمولا سوالایی هم ازش میپرسم که این سوالا رو در رسانا معمولا از کسی نمیپرسن ولی دوستمه براش احترام زیادی قائلم و خوشحالم از اینکه هر چیزی ازش پرسم تا الان صادقانه جواب داده اون چیزی که بهش فکر میکرده نه اون چیزی که فکر میکرده بعد اونو بگی اگه بگه بهتره بریم این رو با هم ببینیم خب عرض درود ادب دارم به رانی عمرانی عزیز و دوست داشتنی ممنونم که بازم دعوت رو پذیرفت در این شرط که میدونم وقتش خیلی پر از یک برنامه مسابقه غریم و ور داره بازم روایت نور برنامه خودشونه سمد رانی جان عرض ادب و درود چه خبر سپاسگزارم و همچنین درود بر شما و بینندگان خدا رو شد مثل همیشه خب خیلی روزه پرکاریه خودت که آدم فوق پرکاری هستی حالا شرایط فعلیا هم باز شده که مجبوری در دو سه جبه مختلف فعالیت بکنی الان شرایط خیلی پیچیده است خیلی شرایط سختیه الان در حالاتی داریم ما هم صحبت میکنیم که خیلی از دانشگاه های آمریکا پر از جمعیت هیچ کی نمیدونه اصلا اینا کجا زایده شده اینا هنوزم که هنوز هم نقشه اصلا بگن تو کدوم قاره غزه یا فلسطین قرار داره ولی اومدن دارن شعار میدن و به عبارتی بخوام قبول کنیم یا نخوام قبول بکنیم دارن یه سری از آدم ها رو بر علیه اسرائیل میشورونن اصلا پشتش یک تفکری بود از یه جایی نشأت میگیره اینجوری نمیشه که این همه آدم بریزن تو دانشگاه مختلف میخوام بدونم که یک بودجه از بوده از, بوده از, بوده از جای پول داره میشه به اشخاص با کاشی پول بود یعنی من یه بار رفتم خیلی اوایل نگاه کردم بودجه اینا نمیرسه که به بودجه 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 میرسه به اون کسایی که کمپین تشکیل میدن کمپین تشکیل میدن تو رو تیک تاک و غیره شروع می‌کنه سری رو به خورد مردم دادن که اینجوری بتونن آدمها رو جمع بکنن ناتانیاهو در این مورد صحبت کرده ولی می‌خوام باساب این اتفاق رو تو اسرائیل کامل ما بگی الان باساب این تجمعات خب خیلی از مردم اسرائیل تردد دارن آمریکا میرن یا خیلی دوست آشنا دارن چه باساب در خود اسرائیل داشته این اتفاق خیلی جالب در یکی از مصاحبه‌های رادیویی که در رادیو ارتش اسرائیل داشتم می‌کردم داشتیم درباره این اواخر روزهای آخر در ایران صحبت می‌کردیم که چجور در ایران زنان سرخوب میشن و به خاطر حجاب و همه که داشتیم درباره حکم اعدام توماج تو سالهی صحبت میکردیم و درباره اون که اون اون مشقت و عذابی که مردم ایران میکشن و سرکوبی که جمهوری اسلامی ملت ایران میکنن گوینده خیلی راحت به من گفت این دنیا چرا اینجوریه تو ایران اینجوری این, این بلا رو سر مردم ایران میارن کسی صحبت نمیکنه ولی در دانشگاه کلمبیا میان و مردم بر علیه اسرائیل تظاهرات میکنن اسرائیلی که داره از حق اشتفا میکنه از مردم اشتفا میکنه اسرائیلی که بعد از هفتم اکتبر اینطوری قتل عام میشن و برای دفاع از مملکتش داره این جنگ رو میکنه حالا درسته که غیر نظامیان همه جا ما هم دوست داریم مورد حمله قرار بگیرن ولی هرچی باشه این جنگ رو کی شروع کرد این جنگ رو در هفت اکتبر حماس شروع کرد یک گیری خیلی جالب بود که میگفت ببینید دارن در دنیا در این دانشگاه ها اینجوری این تظاهرات رو برای اسرائیل میکنن در یعنی واقعا مردم اسرائیل اصلا نمیفهمن این مردم دنیا رو میگن آخه چه میشه که در کلمبیا بیان در برای اسرائیل تظاهرات کنن و در ایران اینجوری دارن مردم رو سرکوب میکنن و کسی اینها که به خود مثلا چپگرا و اینا که میگن ما آ... آ،, آ، آزادی هستیم چرا هیچ صحبتی درباره مردم ایران نمیکنن درباره زنان در ایران اعدامایی که در ایران میشه و میان گیر میدن به اسرائیل و این تظاهرات یعنی این مردم اسرائیل همشون تفکرشون به این ناعدالتی جهانه ببین این مطلبی که داریم که کاملا درسته در حال این اتفاق هست فقط هم در مورد ایران نیست همین امروز داشتم یه ویدیو میدم از یکی از دیگه واقعا بعضی اصلا دیگه به چپی معروفند دیگه مثل بیل مار دیدم که تو اچ یه برنامه رفته داشت توضیح میداد در چین واقعا چین رو دیگه فکر ده... نمیکن از اون بالاتر داشته باشیم آقا مردم اوی... ایغو... مسلمانای اویغور رو میگیرن میفرستن تو کمپ از اینا بیگاری میکشن وقتی یارو دیگه جون نداره کار کنه میان کلیه و کبد و میفروشن رو سایت دولتی هم آگهی میدن پر از پروازه چارتره که از اروپا ثروتمندان نه با پول زیاد با پول ارزون بلند میشن میرن اونجا همین اندام اینا رو میگیرن کار پیوند انجام میدن برمیگردن در همین حالی که داریم صحبت میکنیم خیلی از کشور دنیا درگیر در سومالی تقریبا تو این یکی دو ماه گذشته هزاران مسیحی رو واقعا حالت نسخوشی دونه کشتن داعش بوکو حرام اینا حمله کردن دو سه تا روستا رو زناشو برداشتن بردن همه این اتفاقا هست ولی مسئله اینه که داستان در مورد اسرائیل اسپانسر داره یعنی یه سری آدم هستن دارن برای این قضیه هزینه میکنن و من باور نمیکنم فقط جمهوری اسلامی باشه بخاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در حال حاضر پول ندارن بخوام برن زغال خوب واسه قلی بگیرن واسه منقلشون بگیرن چه برسه که بخوان همچین هزینه های هنگفتی بکنن این اتفاق حالا شما دانشگاه کلمبیا رو گفتی در دانشگاه یو سی ال در لس آنجلس بعد از اینکه چند شب پیش درگیری انجام شد و حالا چقدر احساس غرور کردیم ما وقتی فهمیدیم یه سری از این کسایی که فلسطین طرفدار فلسطین گرفتن زدن ایرانی بودن از اون فوشای کشدار آخرش فهمیدیم ایرانیان کلی بچه های ایرانی بعدا دادن نوشته بودن که آقا اینا اینا همین اینا, همی اینا نماینده ما اینان نه اونا که میان ساندیس میخورن وسط خیابون مرگ اسرائیل میگن و غیره میخوام بگم که آیا در روحیه یه مردم اسرائیل تأثیری داشته یا نه ببین این یه واقعیتیه که این جنگ بالاخره فروکش میکنه بالاخره یا همینجا وسط ها متوقف میشه یا در نهایت اسرائیل میره اونجا رو شخ میزنه تا اون دونه آخر هماسی رو میاره بیرون زندانی میکنه این جنگ بالاخره مثل همه جنگ هایی که در دنیا تموم شده تموم میشه ولی خیلی سخته که بشه اون کسایی که چشاشون رو بستن یا خودشون رو به خواب زدن و بیدار کرد تا با واقعیت آشنا بشن و بتونن به اسرائیل مثل یک کشور معمولی و عادی دیگه دنیا نگاه کنن این در روحی مردم اسرائیل تاثیر داشته این اتفاق یا نه مردم اسرائیل ببینید مردم اسرائیل یهودیانی هستن که در تاریخ زیاد کشیدن اما اگه ما نگاه کنیم فقط در جنگ جهانی دوم 88 80 سال پیش 6 میلیون یهودی رو در هولوکاست کشته شدن روز جهانی هولوکاست همین روزاست مسئله دارم بهت بگم وقتی اسرائیل این چیزها رو کشیده یهودیان عادت دارن که مردم دنیا یه ناعدالتی نادل... در مورد یهودیان همیشه انجام میدن حالا ما یهودیان این رو از روی یهودی ستیزی میبینیم حالا مردم دنیا میکنه داره ابتون بود مختلف سیاسی دیگه ای دارن که این اما رو انجام میدن ولی این همیشه در ما یهودیان رو همیشه در تاریخ این احساس رو داشتیم و اما خاطر این نایدارتی چیز جدیدی نیست برای مردم اسرائیل و ما خود مردم اسرائیل سری دیگه عادت دارن که یهودیان جهان همیشه مورد مورد همچین ظلم هایی قرار میدن که حالا حتی هم بخواد از حق خود اتفاق کنی همیشه یکی میاد میگه نه تو اینجوری و تو اونجوری سالاس که اسرائیل داره با ترور ترور فلسطینی داره داره درگیر با جنگ های عرب که این چندین سال شد که اسرائیل واقعا حق فقط حق حق وجود خودش رو در این منطقه میخواست با خیلی کشورها جنگ کرد برای اینکه میخواست فقط باشون صلح داشته باشه این جنگ ها برای های صلح بود تا این حد که کشورها سالها اسرائیل مورد حمله قرار میدن و خاطر الان یک در یک دانشگاه کلمبیا یه یه سری ببخشید از اعضای اوباش میان و این شعار رو میدن که تو روحیه مردم اسرائیل نمیذاره حالا خیلی بعد که آدم مثل حالا به... ما ایرانیان به یه ور عادت کردیم دیگه ما هم عادت کردیم که در تیجه که خارجی پا میذاریم میگیم میگن کجا هستیم میگیم ایرانی یا مکسیکا آه, آه ایرانی یعنی که وقتی اسمش میاد حالا ما عادت کردیم به این که همیشه باید یه صد توضیح بدیم آقا ما تروریست نیستیم آقا اصلا ما حتی مسلمونم هم انقدر نداریم که شما فکر میکنی ما اصلا تندرو نیستیم شما یه موزیک بذار ولی کسی که میاد وسط خودم هم هممون نمیدونم اشروب میخوریم تازه خیلی اون زیاده میکنیم و ازاره که اتفاق دیگه و این بعده که به این عادت کردیم که به دیده تاخیر به ما نگاه کنن و این هم خیلی بعده که اسرائیلی هم عادت کردن که همیشه باید حقشون خورده شه و این خیلی دردناکه که, که طرف رفته دانشگاه درس بخونه تو حیات دانشگاه پیداش میکنم میگیرم از امروز هم یکی این این خانومی که زده بودن سرش رو شکنده بودن دو روز پیش مشخص شد که خانم که یهودیان بوده ایرانیه یه دختر خانم با مادرش مسابقه کرده بودن با چنل 4 داشتن نگاه میکردم دیدم که خیلی یوتوفازه مزی گفتن کاش ما اونجا بودیم یعنی حالا سوای این داستان که یک نفر ایرانی پیدا نمیکنه که چشم دیدن فلسطینی رو داشته باشه بعد اینکه اینا گرفتن طرفدار فلسطینی یه دختر ایرانی رو زدن خیلی و نقطه جوش رسیده بودن گفتن آقا ما رو ول کنن بریم اینا رو پاره پوره کنیم برگردیم بیا شرط به حال شرط سختیه و نمیدونم تا کی طول بکشه فقط میدونم که از این طرف فشار اینا به دولت و رسانه ها باعث شده که دولت آمریکا اونجوری که و تمام و کمال بیاد پشت ناتانیاهو به حال نخست از فعلی اسرائیل و مردم اسرائیل وایسته الان داره شور میاد بحث زیادی در مورد رفح مطرح شده بایدن آخرین بار بلینکن و لوید آستین برگشتن دو سال پیش گفته بودن که بدون هماهنگی ما اجازه نداره نه که اجازه نداره اگر بره داخل رفح مثلا یا, یا اسرائیل حمله کنه حمایت ما رو نداره ما منظورشون رو از حمایت میدونیم چیه به حال تمام تجهیزاتی که از آمریکا گرفتن اینو من تازه کم پیش کشف کردم که وقتی اینا ادوات میدن گلوله هاشو به صورت گروهی خودشون دارن دیگه. یعنی وقتی میگن ما حمایت میکنیم یعنی ما گلوله اون توپ و گلوله اون قمپاره اونا رو بهتون تحویل میدیم الان اینو گفتن از یه طرف دیگه هم به نمیدونن یه گفتن آقا اصلا ما اون توافقه به کنار بشه نشه رفح ایستگاه آخر دستگیری تروریستاست که ما باید بریم یعنی اینو خوشم میاد از این اتفاق که همه دنیا بسیج شدن که آقا الان اسرائیل تو رفح نره یعنی من این قضیه دانشگاه ها و غیر و فشارهای مطبوعاتی و مردمی و غیره رو که همش از جای داره ساپورت میشه دور از این نمیدونم که اگر اسرائیل گویا وارد رفح بشه چیزی دیگه از ها باقی نمیمونه اول بگو چقدرش این درسته اولا صد درسته اینو ببینیم ببین بایدن مسلمان بایدن و دموکرات‌های آمریکا الان خاطر که از سال انتخابات هستن خیلی از اعمالی که انجام میدن یا حرفهایی که بر علیه اسرائیل میزنن به خاطر اون میشه گفت تبلیغات انتخاباتی درونی به خاطر بعضی از اون که بعضی از اون که قسمت های استانهای های آمریکا که مسلمان های زیادی دارن و به همین خاطر این دموکرات های نفر بر برای اسرائیل میزنن ولی اگه شما دقت کنید اعمالشون نه همیشه با حرفشون یکی میگن نه ولی دارن از پشت از... دارن کارشون انجام میدن بله ولی اصلاً چه انجام بده یعنی با اینکه اینقدر حرف میزنن که ما مانع اسرائیل میشیم برای رفق وارد شو فلان بشه و بیسار بشه با ما اما کنیم کنید و برامون مهمه که ما اون اون غیر نظامیان اونجا تخلیه کنید و همه اینا رو بکنید ولی در واقع هرگز هیچ استاپی یا مامانتی با اسرائیل انجام ندادن یعنی این که و اینم میدونن که او بسیار بسیار قانع و و بسیار سر این محکم وایساده که رفق رو انجام خواهد داد تا چه معامله بشه چه معامله نشه چه گرونگان رو آزاد بشن چه نشن اسرائیل وارد رفع خواهد شد حالا چند روز دیگه مونده از این التیماتومی که نتانیاهو به به, به،, به خماس حماس داده و اینو بدونید در تاریخ رو اگه نگاه کنیم همیشه نخست وزیرای اسرائیل انقدر تابع آمریکا نبودن یعنی خیلی موقع بوده نخست اسرائیل رو در روی آمریکا وایسادن مثلا مناخم بگین اگه نمی‌دونید تا چقدر تاریخ اسرائیل رو ببینی بارها در مقابل آمریکا یا ایستاد و کاری که میخواست انجام بده از جمله اون شرق اورشلیم رو قسمتی از اسرائیل بدونه یا کوههای جولان رو قسمتی از اسرائیل حساب کنه خیلی از قانونهایی رو انجام داد مناخم بگین که تو روی آمریکاییان وایساد و این اعمال انجام داد و بعد همه با اعمالش ساختن یعنی همه با اون تصمیمات مناخم بگین ساختن و دیگه کسی هم صحبتی نکرد الان هم او میشه گفت بین این هستن که در اون لول و حد بنگوریون و مناخم بگیره یعنی اینقدر قویه که میتونه اعمالی انجام بده که حتی در روی آمریکا وای بسه و براش مسئله نیست و این پیروزی این جنگ یکی از این تصمیم هست که این پیروزی جنگ انقدر برای اسرائیل مهمه و نه فقط برای اسرائیل برای آینده اسرائیل برای وجود اسرائیل در این منطقه برای زیست اسرائیل و ماندن اون در آینده مهمه یعنی اگر اسرائیل رفق رو نگیره و حماس رو ول کنه این چند درصد دیگه اونجا موندن دوباره خب چند سال دیگه دوباره قدرت میگیره یعنی میشه فقط یک شپ جنگی که در گذشته بارها ما از این شپ جنگای مینی جنگا داشتیم این هم میشه که مثل اونا و بعدا هفت اکتبر میتونه چند سال دیگه دوباره تکرار بشه و این رو عرب و کشورهای دیگه عربی و دشمنان اسرائیل که ببینن این براشون یه سرمشقی میشه میشه اسرائیل رو شکستن. اسرائیل باید این جنگ رو به پیروزی انجام بده پیروزی این جنگ فقط نابودی کامل حماس به عنوان یک نیروی نظامی یا دولتی در نوار غزه است هیچ راه دیگه ای نیست و اسرائیل مطمئنا این رو تا آخرش خواهد رفت و با این این که میدونم دیار... این در جریان ببین در جریان اخبار میدونم کاملا هستی رصد میکنی دو سه بار تا پیش اومده مثلا اسرائیل یه مدت قفری زده رو خانیونس خانیونس رو رفت داستانشو نسخهشو پیچید بعد اینا اونجا حالا یه سرشون دستگیر شدن یه سرش از خانیونس رفته بودن جای دیگه الان چیزی که در رسانه های اسرائیل داره مطرح میشه یعنی مرحله آخر الان رفهه یا ممکنه رفعه ها حمله کنن بعد بگن آقا مثلا دو سه تا جا دست دستمون در رفته بوده مثلا اون برای غزه شمال غزه وسط غزه الان مثلا ما همه رو نگرفتیم 50 درصد اینو فرار کردن رفتن, رفتن اونجا یعنی میخوام بدونم چقدر فکر میکنی تا ته داستان مونده که دیگه آقا ما دیگه بدونیم آقا دیگه نسخه اماس پیچیده شد تموم شد رفت آیا واقعا رفت آخره یا نه اگه شناختی داشته باشی نوار غزه رفق واقعا مرحله آخره و چرا به لفه ها مرحله آخر به خاطر که اسرائیل این جنگ وقتی شروع کرد تون روزی شروع کرد نمیخواست هیچ امتیازی یا امکانی بده که کسی مانع ادامه جنگ بشه و اسرائیل رو متوقف کنه و رفق قسمت بسیار حساسی داره که اون محور فیلادلفیه و این که رفق هم مرز با مصر به همون خاطر اسرائیل میدونست اگه اول از رفق شروع میکرد امکان داشت که این جنگ رو یه جورایی بعد متوقف میکرد با فشاری که مصر کشورهای دنیا یا آ... یا دیگه روش می آوردن. به خاطر این قسمت حساس رو گذاشته آخر برنامه. و این واقعاً هم الان اسرائیل تقریبا تسلط به 80 درصد نوار غزه داره درسته چیزایی که یه منطقی هست که اسرائیل الان همونجور که شما میگید نصفش رو پیچیده الان هم تخلیهش کرده ولی در مرکز شهرها نیروهای اسرائیلی نیستن ولی در اطراف این شهرها هستن مثل دیدیم بیمارستان شفا رو اسرائیل کاملا تخلیه کرد ولی در یک شب که یک تله اونجا داشته بود تو از 20 دقیقه وارد بیمارستان شفا شد نزدیک 200 تا تروریست سر ارشد رو اونجا توقیف کرد روی 200 دیگه شون هم فرستاد رو پیش اوریای بهشتی یعنی واقعا در 20 دقیقه از سربازای اسرائیلی وارد بیروت حشر شد یعنی چی این کار رو این روش رو در کرانه غربی اسرائیل انجام میده در مراکز شهرها نیست ولی در اطراف اونها سربازای اسرائیلی هستن و وقتی لازم باشه وارد میشه این در نوار غزه کاملا این شهرها رو به این حالت در آورده که اسرائیل تسلط بر تمام شهرها داره و فقط مونده رفح که اسرائیل عقیده داره که اکثر سران اسرائیلی از جمله از جمله سینوار و و دیگر سران حماس در اون منطقه قرار دارن و حتی گروگان ها در منطقه رفع هستن و این رو آخر برنامه گذاشته چون مسلما یه جورایی مصر نمیخواد اسرائیل بیاد اینجا خب چون نه باشه این منطقه یک درآمد خیلی خوبی سالها برای مصر بود اینا که زیر زمین رد میکردن خب مصر پول زیادی میگرفت و اینم که مصر میترسه مصر میترسه،, میترسه وقتی محور فیلادلفی به دست اسرائیل بیفته و اون تونل‌های زیرزمینی آشکار بشه این نشون میده تا چه حد مصر همکاری کرده با حماس و این میشه یه آبروزی خیلی بزرگی برای کشور مصر میشه با مخاطر اسرائیل نمیخواد اینو حالا درگیریشو با مصر اول جنگ انجام بده اینو گذاشته آخر جنگ که بزنه کارو تموم کنه حالا بعد دیگه دربدی با مصر انجام بشه دیگه اون حالا بعدش درست کنه یعنی واقعا این آخرین مرحله جنگه که وقتی اونجا رو دیگه اسرائیل بگیره دیگه جایی نداره برای سینوار فرار کنه یا باید فرار کنه مصر یا اینکه اگه اون معوا رو بگیره بعد سینوار دیگه خلاصه ولی اونجوری که ما من شناس داریم از سینوار و اون سران حماس اینا تا آخر قطری خونشون خواهند جنگید و متاسفانه امکان داره که خیلی از گروگان ها همراه خودشون به قطر برسونن ولی اسرائیل بزرم... اینو تا آخر خواهد رفت آره نه امیدوارم اینجوری نشده گرچه که الان میتونم متاسفانه خیلی از گروگان اتمزیو الان کشته شدن دیدم ترامپ چند روز پیش یه مطلبی گفته بودش که خیلی دردناک بود خوشم با تاسف گفته بود گفته بود احتمال زیاد اصلا گروگانی دست حماس نیست که نمیاد مذاکره کنه یعنی دیدی یه عدد 40 تا فروندن بعد نات... ناتانیاو کابینه و با شاقو بیا سر 40 تا با هم مذاکره کنیم باز دقیقه 90 جا زدن احتمال میره که مثلا اینا کلا در 12 تا بیشتر نداشته باشن و میترسن گی بیانی همش اعلام کنن یه نزدیک 29 نفر خیلی خودش میگه ما 40 30 30 30 30 30 نفر. ولی همین 29 تا هم ببین الان بنویناتانیو دو سه روز پیش گفت یه هفته فرصت میدم حالا پرانتز بگم اشاره کرد شاید بعضی ندونن بنویناتانیو یک هفته فرصت داده هماس پیشنهاد قبول کنه که این پیشنهاد اصلا شامل بحث رفح نمیشه یعنی چیزهای دیگه است یه سری زندانیان فلسطینی و یه سری جوجه تروریستایی که اون موقع گرفتن الان باز خودشون قولی شدن اینا رو آزاد کنن ولی میخوام اینو بگم که خیلی سخته که یعنی هنوز یه سری آدم اصلا امید دارن که حالا همسرشون بچهشون چیزی برگرده ولی متأسفانه تعداد خیلی خیلی کم شده و این نگران کننده است ببین اون شمال غزه تا رفح بانک اسرائیل اعلام کرده که آقا این پاکسازی شده ولی فیلمایی که از نیوزو این شبکه‌های تلگرامی القسام و اینا میاد بیرون بعضیش خیلی تلخا اینا یعنی آدم می‌بینه اینا دارن دارن سبزه اسرائیل رو می‌خوشن حالا تو آمار اسرائیل خیلی گفته نمیشه در موردش صحبت نمیشه از این تونلا میام بیرون و تک تیرانداز میزنه از بالای ساختمون از واحدا، از این واحد اون واحد میرن و شرایط خیلی سختیه ولی یه امیدی هستن که اینا بالاخره اسلحشون تیرشون فشنگشون تموم بشه مجبورشن حداقل برن قاطی مردم و زندگی عادیشون رو داشته باشن یه خورده خور در مورد این دعواهای این روزه داخل اسرائیل هم اگر میتونی توضیح بده من دیدم که یه سری از بازگشت های جنگ اومده بودن اعتراض میکردن که آقا بریم تو رفع یه سری مردم هم وایستده بودن میگفتن آقا به خیال رفع شین ها رو آزاد کنیم این دعوای مردم و مردم الان در چه وضعیتی اونجا ببینید شما اسرائیل مسلمان اسرائیل گروه اسرائیلی که میخواد چپگرا هستن این چیزها رو خیلی بزرگ میکنن یعنی اگه دقت کنید اکثریت مردم اسرائیل م... حاضر نیستن که این جنگ به پایان برسه بدون که رفاه گرفته بشه یا این این شکست اسرائیل در این جنگ خیلی براشون مهمه و حاضرن ببینید درست جان این گروگان ها بسیار مهمه و این اترسان های گروهی سعی میکنن انقدر این گروگان ها رو مهمتر با مهمترم کنن مسلمه که جان هر کس مهمه ولی ببینید فهموش نکنید ما الان از اول جنگ تا به حال نزدیک 230 سرباز اسرائیلی کشته شدن حالا دوسته تاش فیلمشو گرفتن پخش کردن دلیل نمیشه خب این جنگ جنگی زیاده 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 خب جنگ خوشش جنگ. جنگ ما در جنگ نقل نقل پخش نمیکنن هیچ کم انتظار نشه در این جنگ هیچ سرباز اسرائیلی کشته نشه ولی انتظاراتی که از قبل میرفت میگفتن اگر ما وارد نوار غزه بشیم همیشه آمار 500 سرباز به بالا رو میدادن یعنی در واقع این جنگ بسیار خوب چیز شده که تلفات بسیار کمتری داشت از اون چیزی که انتظار داشتن حالا جز این این همه کشته ما داشتیم در این مدت اینها جون خون اونها کمتر کم, کم رنگتر از خون اون گروگان ها نیست درست این گروگان ها مهمه ولی وقتی شما اینو تو یک بقیاس میذاری و با آینده اسرائیل و با, با وجود کشور اسرائیل مقایسه میکنی نمیتونم بگم که اینها قربانی کشور اسرائیل میشن ولی خونشون رنگیتر از خون سربازان اسرائیل نیست یعنی اگر این گروگان ها اکثریتشون کشته بشن و این نتیجه جنگ باشه نتیجه پیروزی جنگ باشه مثلا ای اینا که قسمتی ای از جان باختگان اسرائیل خواهند بود این رو در در های چپگرای اسرائیل هرگز نخواهید دید با فقط یک کانال 14 داریم و یک گاله اسرائیل دو در دو کانال هستن که راسگران راستگران مثل فوکس نیوز آمریکا که اونا واقعا میان و واقعیت رو اینجور بیان میکنن من برای که بخوام واقعیت بدونم همیشه همه کانال گوش میکنم ولی میبینم که حتی اون کانال های چپگره هم اینو میدونن که اگر جنگ رو متوقف کنن و این جنگ رو پایان بدن در حالت الان کنونی این واقعا شکست اسرائیل و آینده اسرائیل رو به خطر میدازه و خاطر این میبینی اون تظاهرات هایی که تو میبینی اکثرا خانواده یک سری از این گروگان ها که این اصلا خب این برنامه ریزی دقیق حماس بوده که میدونستن که این حماس میدونست که این اشخاصی که داره گروگان میگیره از کیبوتس هستن که در اطراف غزه هستن به آدم از رانی دور از جد مگه اگه تو رو میگرفتن خانومت نمیرفت اونجا شرکت کنه البته من هرگز, هرگز من خانواده گروبر رو مقصر نمیدونم البته هرگز اونا رو مقصر نمیدونم دویس خورده ای روز عزیزشون رو ندیدم ببین از دیده یک پدر و مادر من من دنیا ناوست چه بچه ببین دوست هستن که سر این سوال میشن اون مخالفان ناتنیاهو میان و سر این روی اینها سوار میشن و روی را سواری میکنن یعنی میان با, با, از اینا استفاده میکنن و بر علیه ناتنیاهو تظاهرات میکنن متوجه چی میگم یعنی من هرگز خانواده اون گروگان ها رو من مقصر نمیدونم خب هر کسی که وقتی بچهش پسرش گرفته میشه خب همه کار میکنه دنیا میخواد خراب کنه از حاضره که اسرائیل هم نابود بشه ولی بچش نجات بیاره اون کس یک یه یه است طبیعی یه است yes, طبیعی کسی که بچهش الان گیره حاضر کشور اسرائیل نابود شه ولی بچهش نجات بیاره ولی یه سری از این از این خانواده هستن که این رو میدونن و میان و میگن میگن اگر بچه ما هم فدا بشه جان باخته بشه ما حرفی نداریم ولی کشور اسرائیل باید بمونه رسانای گروهی چون چپگری هستن میان از این از این خانواده ها استفاده میکنن از اونایی که, که این سو استفاده میکنن بر علی نتانیو برای این درگیری ها که شما میبینی ولی اینا خیلی کمتر از اون زمان قبل از جنگه یعنی اون زمانی که اسرائیل میخواست اون اون اصلاحات قضایی رو بیاره خیلی بیشتر مردم در خیابان ها بودن مره. و الان اینا که میان یعنی واقعا یک سری تعدادشون خیلی کمتره و به اون تعداد نمیرسه چون خیلیا میدونن که سر این موضوع, واقعا چیه و توقف در جنگ نابودی کشور اسرائیل ببینم الان آهینا. سر همین داستان رفع و این داستان ها یه سری بحثای حالا نه چندان مهم ولی میتونه مهم بشه مطرح شده مثلا دیدم که این آقای اسموتریچ من بهش اسکروچ برگشته گفته که اگه به رفح وارد نشیم من از دولت خارج میشم که دولت دوباره وسط این بلوشو و جنگ و فلان اینا حالا دوباره باید برن شروع کنن با هم متحد شدن که بتونن یه دولت تشکیل بدن اینا چقدر جدیه داستانش آیا واقعا اون راست تند رو اینا اعتماد دارن به ناتان یاو که به تصمیمش احترام بذارن و اینا واسه بازار گرمی و واسه فشار به چپ ها و یا ترسوندن حماس یا یعنی نه واقعا ممکنه یه همچین اتفاقاتی بیفته تو این وسط حالا بگن یعنی آقا دیگه دولت بعد نرسید بیاین دوباره رگیری کنیم ببینیم کی به کیه ببین این بیشتر این انعکاساتی که ببینید تو انعکاسات رسانه گروه چپی اسرائیلیه اینها میان یه چیزای خیلی کوچیکی رو خیلی خیلی بزرگ میکنن اگه من بخوام یه مثال برات بزنم متوجه میشید چقدر اینا حرفای بی کوچیک رو میان بزرگ میکنن و یک جوری سرش سه سر روزم حرف میزنن مثلا ما هفته پیش هفته پیش اگه گردید باشه اون زمانی که همون دو هفته دو هفته پیش بیشتر نبود که اسرائیل اومد و واکنش نجود داد و و پایگاه نظامی در اصفهان رو مورد حمله قرار داد که واکنش موشکای ایران به اسرائیل بنگویر بنگویر بعضیا میگن بنگویر نمیتونن بخونن اسم درستش بنگویره بنگویر که از راست، راستگرهای متاسف که در دولت اسرائیل هست اومد گفت دردله دردله یه زارو میاد جورایی کچیک اینو تمسخور گرفت یعنی گفت این واکنش واکنش بسیار قوی نبود سه هم. روز کامل سه روز کامل از صبح تا شب رسانه های گروه چپگره من کار چهارده رو نمیگم کار یازده دوازده سیزده این روزنامه آرس همه رو در این لاپیت که اصلا میگه بعد باید... یای لاپیت رفته میگه بعد استفاده بده اینجاست که تو دولت نیست ببین در این باره صحبت کردن حالا در همون روز جمعه تظاهر کننده که, زدن... که زده تظاهر کننده که که زده ها هستن و میان سوء استفاده میکنن از گروگان ها اومدن در جاده یروشالیم اورشلیم تلاویف جاده رو با یک با یک اه... 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 با خلاصه جاده رو بستن با گلون با آب خیلی با گالون خیلی بزرگ مال روغن و آب و بنزین و این چیزا جاده رو بسته یه پلیس با یک یکی از یکی از داوطلبان پلیس اومدن اینها رو که وقتی این یک تظاهرات غیرقانونی کردن جاده رو بستن اومدن اینا رو اینا رو از جاده بزنن کنار در بیارن یه ماشین تصادف میکنه و این دو نفر رو میکشه اوکی یعنی دو نفر جانشون رو دست میدن در رسانه‌های 11 12 13, -13 تا یک کلمه در این مورد صحبت نشد بعدا چی گفتن یک تصادفی بوده دو نفر مردن نگفتن دلیلش چی بوده فقط کانال 14 اومد گفت که دلیل که این دو نفر این پلیس و اون دستیار پلیس کشته شده در این تصادف چی بوده چون اومدن اون جا این کار غیرقانونی قانونی که این تظاهرکنندگان کنندگان کردن چون ضد او بودن اومدن این رو در ببندن جا در اومدن باز کردن در این تصادف کشته شدن یعنی اینا این چیز به این مهمی رو نگفتن ولی یه موضوع که اینقدر پیش پا افتاده رو سری سر صحبت کردم حالا چی من دارم میخوام بهت بگم هل بنگویر اسپورتریش اینا خب مسلما صحبت های راست کرده خودشونو میگن اینا نمیتونن تهدید کنن ناتانیا اینا خودشون هم میدونن هرگز ناتانیا نمیان از دولت خارج شن چون اگر از چین دولتی خارج بشن خب این دولت میفته دوباره انتخابات میشه دو وضعیت جنگ اینا هرگز رو پشتشون هم چیکار انجام نمیدن و اگر ناتانیاو در این و در این در این مرحله دولتش بیفته مسلما دولتی که پا بر پا بشه دولت چپگراست که ضد تمام اون ایده های اسموتریچ رو بنگویر عمل خواهد کرد یعنی هر کلا اینا بس... پلیس خوب پلیس بدن یعنی یه جوری این دوتا صحبت میکنن که اون چپ هم میگن خدا رو شکر ناتان دوو هست اینا دقیقاً اینا صحبتشون رو میکنن و باید هم بکنن چون اینا راستگرا هستن از صحبت های راستگرا خودشون رو میکنن نظر خودشون میگن ولی رسانهای گروهی خیلی اینا رو بزرگ میکنن آره بن گویل ناتانیاهو رو تهدید کرده حالا بعد گفته بوده من به ناتانیاهو هشدار دادم که اگه همچین اتفاقی بیفته ما نمیتونیم این چه کاری یه تهدید کرده فلان بیشتر خلاصه اینو خیلی بزرگش میکنن هرگز بن گویل یه, رسک یه, رسک یه مطلب یه مطلب دموقع دموقع د... در این موقعیت دولت رو بندازه بخوام اینجوری کنم یه پرانتز بگم یه نکته در مورد اصفهان اشاره کردی من حالا تو برنامه خودم قبلا گفتم ولی در روایت نو اینو دفعه اول میگم دوستان برنامه یه حمله هوایی که اسرائیل انجام داد که حالا صحبت های زیادی شد اونو گفتن ریز پرنده یه ده گفتن نمیدونم F-35 بعد مشخص شد که از خاک عراق هواپیمای در حال پرواز موشکای هدایت شونده شلیک کرده اسفحان خورد ولی حمله اصلی در اسفحان نبود اسفحان رادار بوده حمله اصلی در نتنز بوده و یکی از سایت های حومه نتنز که سایت های مخفی جمهوری اسلامی بوده اسرائیل مورد هدف قرار داد دلیلش هم این بودش که جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه نداشت چون اول باید میگفت که ما یه سایت مخفی داشتیم که اسرائیل زده که چون نمیتونست بگه ما سایت مخفی داشتیم برای همینم هم نمیتونست بگه ما رو زدن به همون رادار بسنده کرد کسایی که در نتنز و کاشان زندگی میکردن صدای انفجار رو خیلی نزدیکتر از اون 250 کیلومتر از اصفهان شنیدن و شیشه خونه یه سری اونجا شکسته بود و غیره اصفهان اون کنی بود که جمهوری اشاره کرد اسرائیل هم زده بود اون رادارو رو نه اینکه با داشتن اون رادار نمیتونه حمله کنه بلکه میخواست یه جایی رو زده باشه که اون اگه خواستم میگن آقا ما یه جامون کبود شده اصفهان نشون بدن جایی برای نشون دادن داشته باشن ببین الان وضعیت دیوان لاهه اسم اصلی شدت بهتر بگیم دادگاه کیفری بین که حالا ما در ایران خیلی مشهور به دیوان لاهه گفته ممکنه واسه گفته بود ممکنه برای که یه سری از سران اسرائیل حکم جلب صادر کنه که حالا ممکن بود بنیامین نتانیاهو هم جزوش باشه ممکن بود فرمانده ارتش جزوش باشه نگفت. فقط به سران اشاره کرده بود که واکنش خیلی شدید اسرائیل رو در پی داشت حتی آمریکا هم گفته بود اگر این حکم جلب صادر کنن ما هم برای اونا حکم جلب صادر میکنیم گفته ما برخورد متعاقب انجام میدیم به بقیه کشورا میگیم بیان این کار رو انجام بدن اول از همه خیلی نکته جالبه که باز هم چرا بین این همه اتفاق آیا تنها کسی که برای حکم جلب و صادر بشه ناتانیاهو و سران کشور اسرائیلی که الان تحت حمله قرار گرفتن دارن خوشون دفاع میکنن یعنی برای خامنه ای بابا رئیسی در دو تا دادگاه بین المللی حکم گرفتن به علش که آقا این قاضی مرگ این همه آدم رو به دستور مردن ادام کردن هیچ کسی در هیچ کجای دنیا نمیگه آقای دیوان بین المللی الهه چه غلطی داری میکنی پس اینا کیان؟ راست راست دارن میگردن میرن میان و هنوز دارن میکشن هنوز همین هفته پیش بود فیلم داستان نیکا شاکرمی و اون اسنادش اومد بیرون میخوام بدونم اسرائیل چقدر جدی میگیره این اتفاقو خب این دادن دادگاه لایه خب مهمه چون از نظر جهانی این میشه گفت میتونه میشه می گفت تبلیغات خیلی بدی برای اسرائیل داشته باشه و این, این خب به هر حال اسرائیل از خودش دفاع میکنه و برای این میاد نشون میده یعنی این اسرائیل رو یک جنایتکار داره در دنیا نشون میده این از نظر این خوب خب برای اسرائیل بده ولی خب اسرائیل میبین این ناعدالتی دی... نا که اینجا هست اسرائیل این رو میدونه و کارش هم نمیشه کرد ولی خب اسرائیل به نظر من فکر میکنم اونطوری گفتی آمریکا مثلا من این رو پیگیری نکنه پشت این بای نسه و کشورهای هستن که یعنی اصلا این سازمانی لایه هستن شما دقت کنیم که خب خب خودت هم میبینی که این ناعدالتی که میکنه حالا چه درباره اسرائیل باشه و اینو نمیاد که سران جمهوری اسلامی رو بیاد چیز کنه که این همه این رو میکنن این ناعدالتی هست و کارش هم نمیشه کرد سازمان ملل همیشه این ناعدالتی رو در موقع اسرائیل داشته ولی خب بازم اسرائیل کاری نمی کنه الان اسرائیل حرف مهمش پیروزی این جنگه میگه بذار هر چی میخوام بگم من این جنگ رو باید پیروز شم من تو این جنگ باید ببرای ببرای ای 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 باید, به باید, باید, نه دیوان الله خیلی حرفی نیست خب یه سری کشور عضو این دادگاه بین المللی کیفری شدن اسرائیل و آمریکا جزش نیستن با اینکه کنوانسیون روم امضا کردن ولی نه سال مدارک رو تکمیل نکردن حالا به هر علتی عضوش نیستن ولی اگر حکم جلب صادر بشه هر کدوم از این افراد به هر کشوری که عضو دادگاه بین المللی کیفری هستش اگر وارد بشه اونو وظیفه دارن دستگیرش کنن و تحویلش بدن و این خیلی میدونی وچهش هم بده که مثلا فردا طرف بخواد فکر کنه آقا من برم هلند یا نه مثلا من برم ایتالیا البت. یا نه نکنه برم اونجا منو بگیرن البته خیلی ها یعنی جورتش رو داشته باشن خودش خیلی حرف ها ولی به حال مردم دارن جونشون رو به خونشون رو در این جنگ میدن حالا یارو بشینه فکر کنه من اونجا گرفته شم گرفته نشم اینقدر اهمیت نداره الان اینم برای, برای, برای این جنگ فعلی نیستا ببین اینو بگم این حکم که دادن برای برای الان نیستا برای جنگ فعلی نیستا قضیه برای شکایت سال 2014ه برای موقع الان نرسیدم اینو, خواستم, خواستم, بگم. اینو خواستم, بگم. بگم. خواستم بگم خواستم رو بگم حتی حتی ب... پوتین رو دو سال طول کشیده هنوز تا اونجایی که میتونن پوتین رو نتونستن اه... در این داره محکوم کنن این حرفا میشه گفته ها گفته میشه الان تا عمل بزنه امکان داره سالا طول بکشه تا اون موقع چیزی که الان در این وضعیت در این موقعیت مهمه اهداف این جنگ اسرائیل برای رسیدن به اهداف این جنگ حاضر اینم قبول کنه اینم رد کنه به اینم نکنه اهداف جنگ رو که برسه بعدا خلاصه وقتی اسرائیل بیاد و اون تونل زیرزمینی رو اونجا نشون بده چقدر جنایات حماس حماس کرده و حتی بتونه تا مهمتر اینجا الان اهداف جنگ این این چیزا کمتر اهمیت داره ای با, با وجود این وضعیت و با وجود این که که شما میگید چی درستی نیست ولی خب باز هم گفتم و حتی به همه چی مهمتره گفتم مردم اینجا دارن جونشون رو میدن حالا اون بزار باشد حالا چند نفرم بگیم حالا بگیم حتی ناتن یا اون نتونه بره این کشور یا اون کشور یا چند کشور دیگه نرن از نمیرن ولی مهمتر اینجا سالا به این حتاف جنگ برسن این جنگ رو پیروز بشن بعدش همه دنیا خواهد ساخت با نتیجه های جنگ و خواهد فهمید خلاص هم که میگن حقیقت آخر بالا میاد و میاد آخر حقیقت اصلی مردم دنیا آگاه خواهند شد این قضیه اسکله که دارن بالا قضیه میسازن یه مقدار خبرساز شده در آمریکا نمیدونم تا چه در جریان اخبار اونور هستی یا نه اسکله رسوندن آه... مواد غذایی و ازه به مردم 300 آره... و خورده میلیون دلار هزینه برداشته بعد سوالی که اونجا خیلی مطرحه اینه که قرار بودش که خب آمریکا در این جنگ به صورت مستقیم اصطلاح خودشون میگن که آقا پوتین سربازی رو خاک قرار نگیره نیرو پیاده نکنه ولی سال خیلی قشنگ متگیتس از لوید آستین پرسید آقا شما دارید میدید اونجا دارید اسکل میسازید اسلحه هم دارن سربازا و خب بالاخره سربازان دیگه مسلح باشن دیگه گفت بعد اگر از غزه به سمت سرباز آمریکایی شلیک بکنن چیکار میکنه گفت خب کاری که خب بالاخره از خودش باید در... اونم که شوت دیگه میدونی دیگه اصلا که خب اونم از داره میتونه شلیک کنه دیگه این خودش خیلی حالا اون که داشت متکیتش اشاره میکرد برای من کمتر اهمیت رو داشت میگو آقا موارد جنگ میشیم من داشتم دلم گفتم خدایی یعنی میشه واقعا این اتفاق زیبا بیفته یعنی اونا بیان به امریکایی حمله کنن بعد طبق معمول چیکار میکنن سری میدن توی سری ساختمان مسکونی قایم میشن که کاری بلد نیستن بکنن بعد حالا آمریکا اومد شلیک کنه بگه نه شلیک نکن اونم که دیدی که یه سپر انسانی شیک درست میکنن پر از بچه و نوجوان و نمیدونم نونحال و غیره نه. اون موقع شاید درک کنن که چه جوری داستان دستی تو داری همینجوری بهت گلوله میخوره یه بار این ورید مرد یه بار اون ورید مرد دارن همینجوری میزنن بعد تو میگی نزنم چون یارو رفته لای زن و بچه قایم شده خب زن و بچه خودم میمیرن بعد بزنم دیگه تجربه آمریکا داشته در مصول این کارو داعش انجام داد ولی آمریکا زد و همه رو کشت در مصول این بود و آمریکا در, در, در خیلی از, از کشورها بوده ببین در خیلی از کشورها بوده نمونه بارزش در همین کشوری که من دارم زندگی میکنم که این مثال شاپیرو دیدن شاپیرو هر جا صحبت میکنه آقا شهر درستن آلمان شهر بسیار بزرگیه و زمان, زمان جنگ جهانی دوم, دوم, دوم چون به کل شهر رانی باید از نزدیک ببینی یعنی الان وضعیت غزه رو فیلم رو نشون میده حساب کن بالاخره یه زمانی این تروریستا پاک میشن اونجا بازسازی میشه در یه بازه زمانی کوتاه شهر رو عین قبل یعنی اگه اون ساختمان کج بوده همونجوری کج ساختن یعنی کلیسای بانوان فرانکیشه و یه سه جای دیگه بوده دقیقا همونجوری ساختن اومده بالا ولی آقا شما وقتی یک شهر رو با خاک یکسان میکنی بالاخره حداقل سی درصد جمعیت زن و چند دیگه, دیگه غیر از که نیستش که ولی که ازش حرف نمیزنه خود دا. مردم آ... این خیلی مهمه خود مردم آلمان هم در موردش حرف نمیزنن چون اگر الان یه آرامشی دارن اگه دارن یه زندگی میکنن به خاطر که دیگه الان حزب نازی سر کار نیستش که اینا مجبورشن بچه 14 سالشون رو بفرستن جنگ همه چی بشه کپونی و قوطی و غیره و هیچ کسی در موردش حرف نمیزنه تا حرف میشه فقط انگار آقا ببخشید آسمان اینجوری چاک خورده و یک جایی به نام فلسطین اومده که من همه میگم فلسطین میگم بیاین در مورد نارنیا صحبت کنیم چون همونقدر که اون خیالی یکی هم خیالیه <تصفح> این متاسفانه شرایط وجود داره برای اسرائیل هیچ چیز نمیشه گفت یعنی معلوم نیستش که از کجا داره ساپورت میشه ولی نشون میده که ریشه این یهودی ستیزی ریشه بسیار بسیار عمیقی داره فکر میکنید چقدر <تصفح> امکان داره که در هنگام ساخت اسکله درگیری پیش بیاد چون من به عقیده من حتی جمهور اسلامی هم ممکنه بزنه این اسکله رو حماس هم ممکنه بزنه چون میخوان مردم در فقر باشن که بتونن تصویر گشنگی نشون بدن تو باید یه احتمال دیگه هم داشته باشی که موقعی که اسکله کامل بشه اصلا خماسی وجود نداشته باشه یعنی اسرائیل رفر رو گرفته و خمس رو پایان داره. قبول دارم قبول دارم ولی ولی من آوردم همونطور که الان نمیذارن غذا به مردم برسه ببین اینا نیاز دارن یه سری آدم گرسنه رو پوست استخونی نشون بدن بگن آقا اینا چیزی ندارن بخورن اگر تصاویر بیاد بیرون که اینو دارن مرغ برژین با زرش پلو میزنن و بعدش هم دارن دوغ آبلی گازدار میخورن که کسی دلش برای اینا نمیسوزه منطق البته. میگه که اماس نباید بذاره از اونجا غذا دست مردم برسه یعنی به هر طریقی شده باید جلو این داستان بگیره کما کن که خودشون هم میترسیدن میگفتن جمهوری اسلامی حتی ممکنه بزنه فکر کنید ممکنه این اتفاق انجام بشه یا نه اولا در, س... در همین الان که شما دارید صحبت میکنید مواد غذایی انقدر زیادی در هست هیچ قحتی وجود نداره و تا بخوای غذا وارد نوار غزه میشه مواد غذایی مواد کالای مورد احتیاج مردم وارد نوار غزه میشه اگر قول 300 کامیون دادن الان 12000 تا دو کامیون وارد نوار غزه میشه از شمال از جنوب از هر طرف در نوار غز... دب... 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 مواد غذایی به مردم میرسه هیچ قحطی الان در نوار در نوار غذایی نیست و این یکی از سیاست های اسرائیل بود با اینکه خیلی از مردم اسرائیل مخالف بودن گفتن اینا زدن مردم ما رو کشتن شما چی اینو غذا میدید ولی این سیاست ناتانیاهو بود برای اینکه میدونست اگر غذا به مردم, مردم، نوار غذا نرسه مردم وجود که شما میگید از 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 از, از, از اون موقع دنیا و آمریکا فشارهای بیشتری برای توقف جنگ در اسرائیل میکنه و خاطر اسرائیل تا تونست به مردم غیرنظامی نظامی مواد غذایی غز... موارد وارد کرد بنابراین اینکه هیچکی مانع ادامه جنگ از اسرائیل نشه و همونطور که بینید الان شیش ماه اسرائیل داره این جنگ ادامه میده و کسی نتونسته قاطعانه مانع ادامه جنگ از اسرائیل بشه حتی الان حتی ورود به نفخ. یکی از دلش همین اینه که اسرائیل سعی میکنه تا اونجا که میتونه غیر رو نه مورد حمله قرار بده نه باعث بشه که غیرنظامیان مثل مثلا شروع به تلفات بدن و شروع به کشته شدن بشن که این مانع بشه که اسرائیل به هدفش برسه به هم خاطر احتمالی که خمس بیاد بعد چلی کنه به, به سربازی آمریکایی خیلی کمه چون اول بعد از سربازای اسرائیلی بگذره برای اینکه برسه به آمریکایی و اینو سربازای اسرائیلی جز نمیدن بهشون مطلما هم طورم گفتم امکان داره تا اون موقعی که این بندر کامل بشه امکان داره که وارد دیگه نیازی نباشه به این بندر چون اسرائیل وارد تمام نوار غزه رو از زیر خودش قرار داده و خمس رو نابود کرده و این بندر شاید بشه برای بازسازی نوار غزه و دولت یا که در آینده در نوار غزه باشه که صد در صد نه حماس هست این دولت و نه دولت خودگردان فلسطینی ابو یه سوال میخوام بپرسم خوام منطقی جواب بدی خب میدونم چه منطقی هستی و ولی به این حس وطن پرسته بسی که اونا با وجدانت بیا جلو یه فیلم میاد جلو میاد بیرون از شهرک نشین های نوار غزه کرن باختری شهرک نشین در نوار غزه نیست چه؟ نه نوار غزه نه, نه، باختری نوار غزه, نوار غزه <تصفح> شهرک نداریم همه رو کرد در 2005 آره اشتباه بود به گیرنده اشتباه ار چرا عصبانی خیلی خشنند یعنی من اول فکر نمی کردم. یعنی اصلا فرهنگشون با اونجا که شما هستین زمین تا آسمون متفاوت اصلا بعد اونجا زندگی کنید چرا آره میدونم قاعدتا تحت فشارهای خاصی و هم برای هم دراز زندگی همین همی همی دو, دو هفته پیش, پیش. همین دو هفته پیش یه پسر 14 ساله که چوپونی میکرد چوپونی گاو و گوسفند اونجا یه پسر 14 ساله یهودی سرشو با سنگ یک عرب خورد میکنه و به قتلش میرسونه اوکی حالا این عرب رو میگیرن میندازنش زندان این عرب همون از همون روز اول دولت خودگردان فلسطینی بهش پول میده بهش حقوق مایانه میده تو اون اون خانواده اون پسر چهارسه شروع باید احساس کنن اینا این شهرگنشین ها بیشترین یعنی بیشترین, بیشترین ترور هایی که میشه بر ضد اونا اینا 24 ساعته مورد حمله فلسطینی قرار میگیرن و همون خود آدم های بسیار خشنی هستن و مجبورن که اینجوری باشن فعلا نمیتونن اونجا زندگی کنن اینها آدمایی هستن که اعتقاد دارن که کشور اسرائیل باید برپا باشه کشور اسرائیل باید باشه و اعتقاد دارن که تمام منطق منطقی از کشور اسرائیل هستن حالا اسرائیل قدیم اسرائیل جدید ولی اینا وقتی روزانه روز به روز ترور میشه به شما ازشون کشته میشه و آدمایی خشن هستن همه هم با هستن 90 درصدشون اصله چون از خودشون دفاع کنن حالا ما در اصلا مسیری که یک سری از این مسیری که این ماشینشون رد میشه از خیلی از دههای عربی رد میشه و از خیلی این دههای عربیشون تیراندازی میشه سنگ پرانی میشه هر دفعه میکشنشون به قتل وارد خونه هاشون میشن به قتل میرسونن شما فقط بشین های ده سال 15 سال اخیر رو ببین وارد خانه هاشون میشن کودکاشون سر برو ده برو ده. در ببین در رسانه ها من چون همه رو رسد گفته میشه گفته میشه متاسفانه در جهان با در, در جهان ابدا یعنی ببین در این حد هست که در اورشلیم رو نفر خواستن بکشن اینو میگه کار حقشونه برای چی رفتن اونجا شهرگیشی نمیکنن یه همچین چیزی در صورتی که نمیشه گفت این گفت شهرگیشی این قصتی از خیلی هاشون دولت اسرائیل گذشته در این مناطق اینا مناطقی که هنوز معلومه هنوز دربارشون تصمیم گرفته نشده ولی ببین هیچ چیزی انسان این حق نمیده که کسی دیگر رو بکشه در خیلی از کشورها حکم برای دفاع, یارو... دفاع, دفاع خود میگن اگر نه دفاع خود نه منظورم اینه که شما اگر مثلا مشکل مالی یا زمین داری به شما این حق نمیده که به یارو رو بکشی که با. که اینا میگن آقا مثلا چون این زمینه حالا اونا فکر میکنن برای اینا نیست برای کس دیگه است یا مثلا برای اینا بوده اونم یه پسر 14 ساله داشته چی میکرد اپاش اومدن با سنگ زدن کشتنش از همین شهرک نشینه که شما از گفتید جو... سوال اصلا هیچ... هیچ راهی وجود نداره هیچ راهی وجود نداره که در آینده عربا رو تا یه مدت راه ندن تو اسرائیل مثلا چون اینا یه ویروسی دارن این ویروسه میزنه بالا دیگه من دو تا دیدم یه, فیلم خود فرستاده بودی برام دیگه رو تو سوپرمارکت یهو چاقو کشی شروع کرد چاقو زدن یعنی یارو واقعا به معنای واقعی آدم از سایه خودش باید بترسه این به نظر من در مورد اسرائیلیا در همون کرانه باختری و اینجاهایی که در دورورشون آدمای حالا مسلمان و عرب و اینا هستن هر لحظه ممکنه یا رو چاقو رو بکشه اصلا رو بکشه شلی کنه حالا جالبی که میدم نفت... بگو بگو بله جالبی که این اتفاق افتاد یک توریست ترکی از ترکیه میاد اسرائیل میاد در شرق اورشلیم چاقو در میاره و بر... شروع میکنه چاقو زدن به سربازای اسرائیلی سر درجا میکشنش ولی حالی... این ببین فقط این به این اعراب ختم نمیشه این تعصبات این تفکر دیگه... متعصب باعث آه. این چیزا میشه آه. آه. این از ترکیه پاش اومده او به ما سوار شده نرفته اردن از اردن وارد اسرائیل شده از اسرائیل اومده رفته آه. شرق اورشلیم همین هفت دقیقه از اینجا که من دارم زندگی میکنم بعد شرق اورشلیم یک ماویا یکی از سربازای اسرائیل رفته با چاقو بزنه همینجوری در جا سوراخ سوراخش کردم ولی خب بازم این تفکرات اسرائیل باعث چیزه حالا ارام که میگید بعد تقسیم کنیم به عرب مقیم اسرائیل و عربی که در کرانه, کرانه باختری و در پشت مرزای اسرائیل زندگی میکنن یعنی عربی که مثلا در ما این آقا اصلا ا... چرا سری که دستمال دستمال ببندین آقا برای یه کتی که زمین بخری بگید برای برای کنن دیگه الان که کاری نداره چرا میخواین در مورد ترک گفتی خب حالا با ارادتی که خیلی دارم به هموطنه ترک زبان خودمون چه خودکشی عمیقی چند روز پیش انجام داد اردوغان در کمال ناباوری به من چون اخبار روزانه دارم خود می‌دونید مرتب من رصد می‌کردم یه مدت بود مثلا شاید یه سال و نیم پیش اردوغان موقعی که مریض شده بود هر کشوری میرفت هر صحبتی می‌کرد تاش می‌گفت زمین من از آقای ناتانیاهو تقاضا می‌کنم یا اسرائیل که بیان یه سری به ما بزنم با هزار مکافات قشنگ یادم دوره نفتلی بنت بود با هزار از التماس تونستش تازه نفتلی بنت هم یکی بالاخره رفت اونجا سفارت خونه رو دوباره راه انداختن شرایط الان اومده اعلام کرده گفت آقا دیگه ما قطع روابط سیاسی میکنیم اونم تو شرایطی که اسرائیل به حال کم نیست 6 میلیارد و 800 میلیون دلار 2023 با هم بده بستون مالی داشتن اقتصاد ترکیه وحشتناک تا قونه 400 درصد مواد غذایی یه سال گذشته گرون شده این همون بلایی که حالا اون موقع یه استراتژی داشت اردوغان با آمریکا که به هم زد اومد به اسرائیل نزدیک شه که بتونه جذب سرمایه کنه وضعیت خود درست کنه دیگه با این وضعیت وضعیت خیلی داغون داره میشه فکر کنم اسرائیل به بنده کفش هم نبود این اتفاق که مهم نبود دراش که آن اردوغان خب بسیار خب کشورهای دیگه ای داره همیشه همیشه وقتی از ترکیه دور میشه به نزدیک به یونان و قبرس میشه که نمیشه مخالف ترکیه هستن یعنی اون, اون چیزایی که از ترکیه میتونه به دست میره، از قبرس و دیونان و اینا به دست میره از این نظر برای اسرائیل نیست ولی خب بازم اشتباهات اردوان مسلما بسیار زیاده به خاطر وضعیت اقتصادی ترکیه توی همین وضعیتیه ولی تا وجودی که میدونم حتی شهردار ترکیه به حمایت از اسرائیل باشه و خیلی ها از ترکیه الان دارن انتقاد میکنن از اردوان و امکان داره در انتخابات آخر انتخابات که در ترکیه انجام شد اردوان رو بله. بسیار کمی بله بله, بله، در بله، 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 های منطقه های ترکی خلاصه این, این, این روش رو پیش بره اگر واقعا انتخابات در ترکیه بسیار بگیم واقعا درست باشه من فکر نکنم دوباره اردوان انتخاب بشه در ترکیه خیلی ممنون ازت با نهایت خستگی و گرفتاری اومدی به روایت نو میخوام کلام آخرتو کوتاه بشنویم و, و بعدم دیگه به امید خدا بری سراغ زندگی مزمت نشم بله کلام آخر امیدواریم که مردم دنیا آگاه بشن آگاه بشن از جنایتی که خمس استره کرد و همیشه تکرار کنید این جنگ چرا شروع شد دلیل شروع این جنگ چی بود و این هفت اکتبر بعد تا میتونید یادآوری کنید به مردم همینطور که هولوکاست ما امروز و این هفته داریم یادآوری میکنیم به تمام مردم دنیا که هیچ فراموش نکنید که این دشمنی ها این دشمنی های مثل یهودی سیزی بی همچین جنایات بشر میتونن میتونن برسن و خاطر همین هفت دکتران خیلی مهمه این برای مردمی که در آمریکا هستن یا در این دانشگاه هستن برید و آگاه بشید اول چی میگذره در اسرائیل آیا حق مردم اسرائیل تا چی است و جنرات همه از دنیا بدید بعد بیاید اسرائیل رو محکوم کنید این خیلی مهمه چون ما نمونهش رو در ایران داریم و مردم ایرانی این رو میدونن و میکشن از جمهوری اسلامی با امید آزادی ایران با امید اینکه اسرائیل در این جنگ هم پیروز بشه و دنیای بهتری رو آرزو داریم و به انشالله که ترامپ هم بیاد و ترامپ و نتانیاهو با هم میتونن یه تغییرات اساسی در این خواهر میدونیم ممنون از لطفت خوب و خوش و سلامت باشی سلام خانواده محترمت برسون و خدا نگهت